سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری بر حقانیت جمهوریت در میانه افزایش خشونت‌ها در کشور. با مو اندازه که خشونت زیادتر شده، با مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده. شرط ناتو برای خروج از افغانستان همزمان با نشست وزیران دفاع این سازمان. ینس استولتنبرگ گفت تا طالبان به تعهدات خود عمل نکنند افغانستان را ترک نمی‌کنند. طالبان باید تعهداتشان را عملی سازند. مهم عمل شدن تمامی تعهدات توافقنامه از جمله کاهش خشونت‌ها، قطع رابطه با القاعده و روند گفتگوهای صلح است. و افزایش تلفات انسانی طوفان زمستانی و یخبندان گسترده در امریکا. از ساعت 8:30 دقیقه آب قطع شده و برق هم رفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما بینندگان گرامی و شما دعوت میکنم با خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن با من معصومه غلامی همراه باشید. و اینک توجه نمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی که در برنامه کارگاه تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو صحبت میکرد، یک بار دیگر از موجودیت فساد در ادارات دولتی انتقاد کرد و گفت برجسته ترین مشکل جمهوریت هم امروز موجودیت فساد است. و همچنین افزود به دلیل همین فساد 60% کمک ها دوباره به خارج از کشور برگشتند. اینجا در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو انتقاد تون و اما تکراری رئیس جمهوری از وجود فساد در ادارات دولتی. او گفت هیئت مذاکره کننده حکومت در قطر فهرست را ترتیب داده که در آن فساد از برجسته ترین نقطه ضعف جمهوریت است. او در بخشی از سخنان خود به کمک های خارجی هم اشاره کرد و افزود به دلیل فساد گسترده 60% کمک ها دوباره به خارج از کشور برگشت داده شده است. رئیس جمهوری در این نشست همچنین به روند صلح و افزایش خشونت ها پرداخت و گفت با رویدادهای اخیر دنیا بیشتر حقانیت جمهوری را درک کردند. به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره و ضرورت واضح برای از اینکه فشارهای مثبت همه جانبه بالای طالبان و حامیانشان ایجاد شوند باعث یک ضرورت منطقوی و بین‌المللی احساس شد. گفتنی است که در کنفرانس ژنو که بیش از 13.3 میلیارد دلار به افغانستان کمک شد، تمامی کشورها این کمک ها را مشروط به از بین بردن فساد در افغانستان عنوان کردند. رئیس جمهور غنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد صلح تلفنی صحبت کرده است. ارگ اعلام کرد در این گفتگو که دیشب انجام شد، دو طرف درباره روابط دو جانبه، پروسه صلح و همکاری بیشتر میان کابل و واشنگتن صحبت نموده و بر موفقیت روند صلح از راه دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند. رئیس جمهور غنی گفته دولت و مردم افغانستان برای موفقیت پروسه صلح و ثبات در این کشور اراده و اجماع قوی دارند. وزیر خارجه آمریکا هم از عملکرد نظامیان افغان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. دبیر کل ناتو در پایان اولین روز نشست وزیران دفاع این سازمان اعلام کرد نیروهای خارجی تا زمانی افغانستان را ترک نمی‌کنند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. ینس استولتنبرگ گفت این سازمان یک جا با آمریکا در مورد خروج از افغانستان تصمیم می‌گیرد. 30 کشور عضو ناتو از این دریچه امروز وضعیت افغانستان را به بررسی می‌گیرند، از میدان جنگ گرفته تا تحولات در میز مذاکره را. اتفاقات یک سال اخیر در این دو میدان آینده ماموریت ناتو در افغانستان را رقم می‌زند. با این حال تصمیمی که در پایان دومین روز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گرفته می‌شود، برای افغانستان و ناتو حیاتی است. ناتو تأکید کرده این تصمیم یک جا با آمریکا گرفته می‌شود. دبیر کل این سازمان اما گفت تا طالبان به تعهداتشان عمل نکنند، نظامیان ناتو افغانستان را ترک نخواهند کرد، از جمله کاهش خشونت و قطع ارتباط با شبکه القاعده. There is a May 1st deadline.
درست است که در توافق دوحه مهلت مشخص اول ماه می برای خروج سربازان تعیین شده، اما بنا بر شرایط است و طالبان باید تعهداتشان را عملی سازند. مهم عملی شدن تمامی تعهدات توافقنامه از جمله کاهش خشونت ها، قطع رابطه با القاعده و روند گفتگوهای صلح است. بر اساس توافقنامه دوحه، طالبان متعهد به کاهش خشونت، مذاکره با حکومت افغانستان و قطع ارتباط با گروه های تندرو از جمله شبکه القاعده اند. تعهداتی که به گفته دبیر کل ناتو و حکومت افغانستان این گروه به آن عمل نکرده. همزمان با نشست اعضای ناتو در بروکسل، وزیر دفاع آلمان در بیانیه‌ای از خروج شتاب زده از افغانستان هشدار داد. با این حال چیزی که ادامه حضور این سربازان را حتمی می کند، شکننده بودن مذاکرات صلح است و سطح بلند خشونت ها. این عدم پیشرفت در مذاکرات صلح به این معنی است که ما باید خود را برای یک وضعیت امنیتی در حال تغییر و تهدید رو به افزایش برای نیروهای بین المللی و سربازان خودمان آماده کنیم. اگر توافق دوحه بالاخره به طرف ابطال میره و عملی نمیشه، اینها باید یک فشار اعظمی علیه امریکایی ها و متحدین ناتویش وارد بکنه که اونا به اصطلاح تن بده به خواستهای طالبا یا آمادگی عمل نست. ولی ما فکر میکنیم هر دو طرف از فشارهای روانی و دیپلماتیک و سیاسی کار میگیره که بالاخره به یک توافق برسند. در حال حاضر حدود 10,000 سرباز خارجی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصروف آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان هستند. ماموریتی که حکومت افغانستان می‌خواهد پس از ماه می ادامه یابد. قول اردوی 217 پامیر اعلام کرد در عملیات نیروهای کماندو در ولایت قندوز 24 تن را از یک زندان طالبان آزاد کردند. در خبرنامه این قول اردو آمده یک عملیات دیشب در روستای کابلی قشلاق در ولسوالی آقتاش ولایت قندوز انجام شده است. گفته شده در این عملیات 24 تن از جمله 16 منصوب ارتش، 4 کماندو، 2 پلیس، 1 کارمند امنیت ملی و 1 غیر نظامی از زندان طالبان آزاد گردیدند. برف و بارش های سنگین در ایالات تگزاس آمریکا تاکنون جان دست کم 21 نفر را گرفته و میلیون ها تن دیگر را در بیبرقی مطلق قرار داده است. سازمان هواشناسی ایالات متحده اعلام کرد این وضعیت تا چند روز دیگر ادامه می یابد. این در حالی است که همکنون 71% خاک آمریکا را برف پوشانده و ساکنان برخی مناطق تگزاس برای گرمایش منازلشان اسباب غیر ضروری خانه هایشان را به عنوان سوخت استفاده کردند. طوفان زمستانی بحران تازه در آمریکا. طوفان سنگینی که برای سومین روز پیهم میلیون ها نفر از ساکنان تگزاس در جنوب این کشور را در بیبرقی مطلق قرار داده و در تهدید مرگ. تاکنون هم 21 نفر جان باختند. سازمان هواشناسی نیز اعلام کرد آمار مرگ و میرها در حال افزایش است. ادامه این وضعیت به خصوص قطعی برق میلیون ها نفر از ساکنان تگزاس را وحشت زده ساخته. از جمله این فرد که از قطعی برق و نبود آب گلایه دارد، او که ساکن هیوستون است. از ساعت 8:30 دقیقه آب قطع شده و برق هم رفته است. ما در هیوستون تقریبا 1 میلیون نفر وضعیت مشابهی داریم. مقامات در کاخ سفید اما میگویند علت قطعی برق مشکل در تولید زغال سنگ و گاز است. نقص در زغال سنگ و گاز به کمبود برق در تگزاس منجر شده است. با این حال دمای هوا در تگزاس به منهای 18% رسیده، جایی که هم اکنون 2 میلیون نفر برق ندارند. فرماندار این ایالت روز گذشته اما اعلام کرد که برق حدود 1.2 میلیون نفر را دوباره وصل کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقریبا 1 ماه پس از رسیدن به قدرت بالاخره با نخست وزیر رژیم اسرائیل تلفنی صحبت کرد. مقامات در رژیم اسرائیل هم اعلام کردند دو طرف برای حدود 1 ساعت گفتگوی گرم و دوستانه داشتند. این در حالی است که بایدن در کمتر از 1 ماه گذشته با بیش از 10 رهبر جهان تلفنی صحبت کرده است. حدس و گمان‌هایی وجود داشت که
بایدن با عقب انداختن این تماس نارضایتی خود از نخست وزیر این رژیم را بیان می‌کند، اما آن طرف ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل است و سالانه حدود 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی بر رژیم می‌دهد و در مجامع بین المللی مانع توبیخ آن به خاطر سیاست‌های آنان در مورد فلسطینی‌ها می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در مورد توافق هسته‌ای برجام هر فایده ندارد بلکه باید عمل شود. آیت الله خامنه ای تاکید کرد اگر از طرف مقابل عمل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. در همین حال رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا راهی به جز بازگشت به برجام ندارد و تهران نیز به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفت راه دیپلماسی با ایران باز است. برجام و چگونگی بازگشت آمریکا به این توافق هسته‌ای این روزها به یکی از بحث‌های کلیدی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. در اینجا تهران آیت الله خامنه‌ای در مورد برجام تنها یک جمله می‌گوید و آن این که هر فایده ندارد و عمل مهم است. ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون حرف‌ها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران هم میگوید آمریکا شکست خورده و راهی به جز برگشت به برجام ندارد و اگر واشنگتن امروز تحریم ها را بردارد ما فردای آن روز به همه تعهدات خود عمل خواهیم کرد. مردم شک نداشته باشن ما آمریکا رو شکست دادیم. مردم شک نداشته باشن آمریکا ناچار هست برگرده، راهی براش وجود نداره. روحانی در این حال تأکید کرد ایران به دنبال دستیابی به سلاح کشتار جمعی نیست. جمهوری اسلامی ایران نمیخواد دارنده سلاح هسته‌ای باشه، نمیخواد نگهدارنده سلاح هسته‌ای باشه و به طریق اولا هیچ وقت نمیخواد از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. از جانبی هم ساعات پیش از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا در مورد برجام چنین گفت: راه دیپلماسی با ایران باز است. ایران هنوز فاصله زیادی با اجرای تعهداتش بر اساس برجام دارد. پس باید ببینیم چه خواهند کرد. با این همه ایران اخیراً هشدار داده اگر آمریکا تعهداتش را تا پنجم ماه هود اجرا نکند تهران پروتکل الحاقی را متوقف و از بازدیدهای سرزده نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری میکند. موضوعی که پای مدیر کل این آژانس را به ایران خواهد کشان. بر اساس گزارش ها قرار است رافائل گروسی برای رایزنی با مقامات ایرانی در این رابطه و زودی وارد تهران شود. بینندگان گرامی، برای بررسی بیشتر در رابطه با نشست وزیران دفاع سازمان ناتو در مورد افغانستان، همکنون آقای محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان را روی خط تلفن با خود داریم. سلام بر شما آقای اخلاقی. آقای اخلاقی، ناتو شرط گذاشته که تا زمانی در افغانستان باقی میمانند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. این اقدام ناتو نشان دهنده چی هست و چه تضمینی برای راستی آزمایی برای تعهدات طالبان وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تان. سلامت باشید. ناتو بر اساس تعهدی که در قبال مردم افغانستان دارد، در قبال وضعیت امنیتی جهان دارد، اگر افغانستان را به می حالت رها بکنه در واقع پیامدهای برمیگرده به اعضای کشورهای اعضای سازمان ناتو. به این اساس با توجه به اینکه طالبا و توافقی که با آمریکا داشتند و تعهدات که قبلا در برابر جامعه جهانی داشتند، متاسفانه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و همواره در حال افزایش خشونت در افغانستان است. ما فکر میکنیم که سازمان ناتو، رهبر ناتو وقتی که بحث مطرح میکنه مبتنی بر امو مسئولیت و مبتنی بر امو تعهدات است که در قبال جامعه جهانی و مخصوصا بحث امنیت افغانستان و منطقه است. بله
آقای اخلاقی، حالا این سوال پیش میاد که در صورت ادامه حضور نظامیان ناتو به شمول سربازان آمریکایی، آیا طالبان حملات خود علیه این نیروها را دوباره از سر خواهند گرفت؟ ببینید، قطعا طالبان تنها به خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم راضی نخواهد بود. طالبان هدف تنها رسیدن به یک امارت اسلامی هست. به این اساس حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک بهانه برای طالبان بیش نخواهد بود. لذا هر قدر نیروهای امنیتی افغانستان ضعیف شود و کشورهای خارجی هم اگر نیروهای نظامی خود از افغانستان خارج بکنه، طبیعی است که طالبان حملاتشان را بیشتر خواهد کرد. ما فکر میکنیم که عملکرد طالبا و رویکرد طالبا در رابطه با بحث صلح بستگی داره به حمایت های بیرونی و سازمان های استخباراتی که از بیرون طالبا را حمایت میکنه. اگر از کشورهای بیرونی فشار بیای بالای طالبا که به پای میز مذاکره بنشینه حاضر خواهد شدن، در غیر از او طالبا به هیچ وجه غیر از امارت اسلامی به هیچ چیز دیگر راضی نخواهد شدن. خب حالا با این وجود به نظر شما چشم‌اندازی برای گفتگوهای صلح وجود خواهد داشت؟ ما عرض کردیم که در صورتی که طالبا فرصت را و وضعیت را مساعد و مناسب ببینه، تنها با کمتر از امارت اسلامی راضی نخواهد شد و امارت اسلامی چیزی است که نه مردم افغانستان برایش قابل قبول هست و نه کشورهایی که حامی ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های بین المللی است. بنابراین اگر حمایت‌های سیاسی بیرونی نسبت به طالبان کاهش پیدا بکنه، طبیعی است که طالبان مجبور میشه که به امو اقلیت های اکتفا بکنه. اما اگر کشورهای بیرونی طالبان را تحریب بکنه و همچنان مثل گذشته بعد سازمان های استخباراتی ساپورت بکنه، وضعیت بهتر نخواهد شد و یک چشمانداز روشن ما در پیش رو نخواهد داشتیم. به عنوان سوال آخر بفرمایید که پیش بینی شما درباره تحولات آینده به ویژه پس از آمادگی های طالبان و دولت برای جنگ چه هست؟ وضعیت متاسفانه طوری دیده میشه که هم از جانب حکومت و هم از جانب طالبا آمادگی های برای شدت جنگ دیده میشه و با توجه به یک پروسه صلح متاسفانه تا حال به کدام نتیجه نرسیده و در حال بنبست است. احتمال از این که جنگ در سال آینده شدت پیدا بکنه زیاد وجود دارد. باز همه بستگی داره به همه حامیانی سیاسی و اقتصادی و نظامی طالبان، حامیان بیرونی. اگر اینا طالبان را بالاش فشار وارد نکنه، طبیعی است که جنگ شدت پیدا خواهد کرد. تشکر جهان، سپاس از اشتراک شما در این گفتگوی تلفنی. آقای محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان، تشکر. و اینک ادامه خبرها. امریکا 3 شهروند کره شمالی را به اتهام هک و سرقت 1.3 میلیارد دلار تحت تعقیب قرار داد. این 3 نفر که هنوز بازداشت نشدند متهمند که علاوه بر هک کردن در پروژه استخراج پولهای الکترونیکی نیز فعالیت داشته و از همین طریق این درآمد نجومی را نصیب کره شمالی کردند. بر اساس گزارش ها افراد تحت تعقیب کارمند نهاد اطلاعاتی ارتش کره شمالی هستند و در سال 2017 و در جریان هک بزرگترین سیستم درمانی انگلیس نیز دست داشتند. سومین همایش گفتگوی اندیشمندان افغانستان و ایران در تهران برگزار شد. در این همایش پیرامون موضوع انکشاف و توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی دو کشور بحث شد و بر همکاری آکادمیک میان دو کشور تاکید گردید. سومین همایش گفتگوی اندیشمندان افغانستان و ایران در تهران برگزار شد. در این همایش که به میزبانی دانشگاه علامه ایران برگزار گردید، تن چند از اندیشمندان و صاحب نظران افغانستان و ایران حضور داشتند و تعدادی از نمایندگان سیاسی، علمی و فرهنگی دو کشور نیز از طریق فضای مجازی اشتراک کردند. گفتگو پیرامون موضوع انکشاف و توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی دو کشور، بررسی چالش‌ها، موانع و مشکلات پیش روی توسعه و بررسی زمینه‌های همکاری‌های آکادمیک دو کشور از محورهای مورد بحث و بررسی در این همایش بود. خب گفتگوهای دانشمندان
ایرانی و افغانستانی حول محور توسعه در این منطقه و خصوص افغانستان بود. حوزه های مختلف توسعه را روش صحبت کردن، خیلی هم صحبت های نو و جدید بود. بله، اعلام همکاری هم کردن، البته با هیئت رهبری آکادمی علوم افغانستان اعلام همکاری کردن. در همکاری هایی که با آکادمی علوم افغانستان ما امروز صحبت کردیم، امیدوار هستیم هم در زمینه های آموزشی، بورس های تحصیلی، دوره های مشترک آموزشی، کارگاه های مشترک آموزشی بتونیم با هم فعالیت بکنیم و هم انشالله بتونیم در غنی‌سازی کتابخانه های دو طرف و همچنین در عرض کنم که انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با هم همکاری داشته باشیم. در این نشست ریاست آکادمی علوم افغانستان ضمن سپاسگزاری از میزبانی دانشگاه علامه بر ضرورت ایجاد کانال‌های همکاری علمی و اقدام جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک تأکید کرد. در پایان این همایش از کتاب مجموعه مقالات سومین همایش گفتگوی اندیشمندان افغانستان و ایران با موضوع گفتگو درباره توسعه رونمایی گردید. ارشاد احراری، تلویزیون تمدن، تهران. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و وزارت مالیه پس از رایزنی های بسیار توافق کردند که 2000 افغانی در معاشات کارمندان دولتی سر از ماه حمل سال آینده اضافه شود. هرچند خواست نمایندگان بر یکسانسازی معاشات متمرکز بود و آن را خط سرخشان عنوان کرده بودند، اما منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس میگوید پس از دو بار رد شدن سند بودجه مالی سال 1400، این کمیسیون و وزارت مالیه تصمیم گرفتند که از خود انعطاف نشان دهند. پس از رایزنی های بسیار، 2000 افغانی ازدیاد در معاشات کارمندان دولتی شاید اندک باشد، اما برای نمایندگان یک حرکت تاریخی و برای کارمندان پایین رتبه دولتی خوشایندترین خبر. خبر خوش افزایش معاش معلم اجیر و خدمات ملکی معمول پایین رتبه 2000 افغانی از سرمایه حمل 1400 اضافه میشه. این به نمایندگی از حکومت معین صاحب وزارت مالیه، معین مالی وزارت مالیه و رئیس بودجه ششتا 2000 افغانی اضافه شد. پیش از این یکسانسازی معاشات برای نمایندگان خط سرخ بود، اما برای حکومت موضوع بی‌ارزش. حالا افزایش این 2000 افغانی در معاشات 10 میلیارد افغانی خرج روی دست حکومت می‌گذارد. منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید این کار آنان را یک قدم نزدیک‌تر به تصویب بودجه ساخته و هر دو طرف، هم مجلس و هم وزارت مالیه، از خود انعطاف نشان دادند. امروز یک گام نزدیکتر شدیم به خاطر تصویب بودجه. جانب حکومت پذیرفت که سر از سال 1400 با افزایش 2000 افغانی معاش در معاش کارمندان خدمات ملکی، هم از معلمین و اجیران، گامی را به خاطر تصویب بودجه برداریم. از سوی هم دو هفته می شود که پیشنویس سوم بودجه مالی سال آینده به مجلس فرستاده شده و کمیسیون بودجه آن را برای تصویب به نشست عمومی نیاورده، امری که شماری از نمایندگان را نسبت به کمیسیون مالی و بودجه مجلس بدگمان ساخته است. دو یا درو مشخص کسان چقدر در بودجه کمیسیون او سی جرگه که دی دو هغوی کوشش که چه حکومت بندی وشتنی خپلی شخصی وشتنی مطرح که او در اغلاری سخه زنون تغذیه که بودجه پا گریوگان که چه ولید. اما اعضای کمیسیون این اتهام را نمی پذیرند و می گویند که کار روی سند بودجه زمان گیر است. شاید پراگانی همیشه است، آنچه واقعیت است او است که همون 19 مورد پیشنهادات اصلاحی را که ولسی جرگه به جانب حکومت داشت سر همون موضوعات بحث است و بحث تکنیکی طبیعتا زمانگیر است. 19 مورد موارد کمی نیست. با این همه دیده شود که پس از انعطاف حکومت و افزایش 2000 افغانی در معاشات، تصمیم نمایندگان در هفته آینده برای تصویب سند بودجه چی خواهد بود؟
ولایت هرات پس از رویداد آتش سوزی گمرک دچار افزایش ناگهانی قیمت ها شده است. مقامات دولتی میگویند این اتفاق پس لرزه های حادثه ای اسلام قلعه می باشد. مردم این ولایت اما گفتند ذخایر موجود در شهر باید مانع افزایش قیمت ها شود. پس لرزه های آتش سوزی بی سابقه گمرک اسلام قلعه در هرات و کل افغانستان. قیمت هر لیتر تل 10 تا 15 افغانی افزایش یافته. هرات انتظار این پیامد را نداشت. ما برادر امی دولت خواهشمندیم که این نخ را تل کنترل کنه. بعض جای 45 ریپیه 36 ریپیه برخورد نداره تا 37 ریپیه و 38 ریپیه تل برسیده. ما نگرانیم که شاید هم بالاتر برازی. دولت اگه کنترل نکنه این نخ را شاید هم بالاتر بره. اداره نفت و گاز هرات از این قضایه خبر دارد. میگوید تمام نظارت‌های جدی برای کنترل قیمت مواد سوختی روی دست گرفته شده و این مسئله به زودی حل می‌شود. نرخ تیل در بازارها بلند رفته، خصوصا در ولایت هرات در تانک‌های تیل. ما یک تیم از نظارت کننده را تشکیل دادیم که وقتاً روزانه به تانک‌های تیل سر می‌زنند و نرخ را کنترل می‌کنند. اما این قصه تنها به بالا رفتن قیمت مواد سوختی تمام نمی‌شود. در برخی دیگر اقلام مورد نیاز مردم هرات تفاوت قیمت دیروز و امروز شکل گرفته. ما از دوستان شنیدیم که کچالو رفته بالا. خب اگه این تیل سوخت کچالو چرا بالا بره؟ در صورتی که کچالو مثلا تولید امیدی از جای دیگه قبلا اومده، نه؟ به هر حال اگر گمرک واقعا کار نکنه، اگر مثلا به مشکلات درسی یعنی رسیدگی نکنه، متأسفانه دیگه موجب نگرانی هستم. اداره محلی هرات میگوید تمامی این مسائل قابل پیش بینی بود. میگویند این اتفاق اقتصاد کشور را ضربه زده اما دوامدار نیست. مردم منتظر باشند، همه چیز بر روال قبلی برمیگردد. ما در برابر یک بحران کلان اجتماعی اقتصادی روبرو هستیم. متاسفانه مقدار قابل توجهی از سرمایه های مردم به شمول ذخایر نفت و گازی که در حال طی مراحل بود اینا از بین رفته. خود طبیعتاً شاید در وضعیت عمومی بازار تاثیر داشته باشه، اما شما باید مطمئن باشین که این وضعیت کوتاه مدت خواهد بود. پس دوباره روند ترانزیت و فعالیت های تجارت اقتصادی در مسیر اسلام قلعه آغاز خواهد شد و این مشکل حل خواهد شد. شنبه همین هفته آتش سوزی مهیب داخل گمرک اسلام قلعه منجر به سوختن حدوداً 500 موتر بزرگ باربری شد. موترهایی که مواد مورد نیاز هرات و دیگر ولایت را تأمین می کردند. حالا آتش گمرک هرات خاموش شده، اما باید دید آتشی که به جان قیمت ها افتاده کی مهار می شود. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. و حال توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای امروز. کابل آفتابی 18-1، بامیان آفتابی 8-3، جلال آباد آفتابی 24-7، غزنی آفتابی 14-2، قندهار آفتابی 23-5. قندوز آفتابی 26-8، لشکرگاه آفتابی 26-9، مزار شریف آفتابی 24-12، نیلی آفتابی 13-2، هرات نیمه ابر 25-15. اسلام آباد آفتابی 26-9، تهران بارانی 14-3، دبی آفتابی 31-18، دهلی آفتابی 29-10 و مکه نیمه ابری 27-16. در پایان هم مروری دوباره داریم بر سر خط خبرها. تأکید رئیس جمهوری بر حقانیت جمهوریت در میانه افزایش خشونت‌ها در کشور. مو اندازه که خشونت زیادتر شده با مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده. شرط ناتو برای خروج از افغانستان همزمان با نشست وزیران دفاع این سازمان. ینس استولتنبرگ گفت تا طالبان به تعهدات خود عمل نکنند افغانستان را ترک نمی کنند. طالبان باید تعهداتشان را عملی سازند. مهم
عمل شدن تمامی تعهدات توافقنامه از جمله کاهش خشونت ها، قطع رابطه با القاعده و روند گفتگوهای صلح است. و افزایش تلفات انسانی طوفان زمستانی و یخبندان گسترده در امریکا. از ساعت 8:30 دقیقه آب قطع شده و برق هم رفته است. بینندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. وقتتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.